مذاکرات صلح افغانستان همچنان بی نتیجه مانده و مردم همچنان در انتظاری تا هم با دلواپسی به سر میبرند. تردید نیست که مردم افغانستان سالهاست تشنه صلحند، ولی طالبان تا به حال نگفتند که در صورت توافق صلح و حضور در قدرت سیاسی جامعه متحول شده امروز افغانستان را میپذیرند یا نه، و نه فقط این را نگفتند بلکه به جنگ و بمبگذاری و ترور افراد به خصوص از میان فعالان جامعه مدنی و ژورنالیست‌ها ادامه میدند. بنابراین سوال اساسی بخش بزرگی از مردم از مسئولان کشور این است: صلح حتما، ولی به چه قیمتی؟ محمد مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان و مهمان من در این برنامه که هم مسئولیت خطیری در این وزارتخانه بر عهده اوست و هم چندین سال به عنوان سرپرست و معاون امنیت ملی کشور مسئولیت‌های امنیتی بر دوش داشته، در مقابل این سوال چه جوابی دارد و پاسخ او به فعالان جامعه مدنی و ژورنالیست‌های کشور که از ناکامی دولت شکایت دارند چیست؟ بسیار سپاسگزارم جناب وزیر از وقتی که به برنامه ببارد دیگر دادید. سلامت باشین، زنده باشین. جناب وزیر، بیش از 4 ماهه که رفت آمد هیئت دولت افغانستان به دوحه ادامه داره و هنوز دو طرف حتی بر سر موضوع هم توافق نکردند. مشکل چیه؟ چرا مذاکره واقعی و جدی صورت نمیگیره؟ خب من فکر کنم این که طرفین حاضر شدن که در میز مذاکرات با هم بشینن بعد از 2 دهه جنگ و همچنان سابقه قبلی که طالبا قبل از 2011 داشتن و مغلقیتی که در این جنگ و اختلافات وجود داشت، امی که دو طرف رفتن و در میز مذاکرات نشستن، در اصل خود از این یک گام مثبت و اقدام بی‌پیشینه است. و ای که به توافق و یا به اجندا زمان گرفت قابل پیشبینی بود با در نظر داشت امی سابقه بسیار مخشوشه که بین طرفین وجود داره. مشکل چی بود؟ چون به هر حال این که درست میگین که به هر حال اینا توافق کردن سر یک میز بشینن و با هم مذاکره بکنن، خودش یک موفقیتیه، ولی چرا این همه طول کشید تا بالاخره الان ظاهراً دارن به سر یک موضوعاتی که در موردش صحبت بکنن توافق میکنن؟ علت این بود که مسائلی که طالبان مطرح میکرد یا مسائلی که از طرف دولت مطرح میشد سر اون توافق نمیکردند؟ چی بود علت؟ من خب فکر میکنم که جانب افغانی با یک تیم شامل کامل از ابعاد و از اقشار مختلف حاضر به مذاکره بودن با وقت زمانش و ضمناً بیشترین انعطاف در بعد اجندا و موارد بحثی که صورت می گرفت هم داشتن و به نظر من این جانب طالبا بود که بیشتر با موادی که باید موافقه می شد بانجویی صورت می گرفت و اصلی که توافقات سر کدام بر اساس و بنیاد کدام سند باشه وقت زیاد بسیار گرفتن و در بعد دیگه من فکر میکنم طالبا در این حال در این فکر بودن که در این مدت زمانی که مذاکرات به تعویق بندازن و تعلل کنن و بحثای بسیار کوچک بزرگ نمایی کنن تا به یک اجندای نرسن، هدف دومشان این بود که میخواستن در جبهات جنگ هم کوشش زیادی داشته باشند، دستاوردهای داشته باشند تا بتانن از یک موقف قوی تری باز بتانن وارد مذاکرات شوند. خب حالا جناب وزیر، روشن هست که سر چی دارن مذاکره میکنن دو طرف؟ یعنی موضوعات لااقل از طرف جناح دولت روشنه موضوع که در موردش صحبت میکنن؟ طبعا شما به جریان هستن که بلوی جرگه صورت گرفت قبل از اینکه ما وارد مذاکرات شویم و مردم افغانستان به حکومت افغانستان اجازه دادن و درخواست کردن که این جنگ بتانه از رای مصالحت آمیزش به نتیجه برسه و به تأسی از او تیم افغانستان وارد مذاکرات شد.
و طبعا بالای موارده که به چی شکل میتونیم این جنگ خونینه و این جنگ ناحقه و کشت خون مردم افغانستان، تخریب اماکن منفی عامه و غیره را که طالبان من حیث یک ابزار برای رسیدن به کمک گرفته به حکومت گرفتن، این را توقف بتیم. و در این راستا اولین و مهمترین موردی است که ما یک امیدواری به مردم ایجاد کنیم با ختم جنگ و وارد مذاکرات. و این موضوع است که طالبا به این تمایل نشان نمیتن و بیشتر به این فکر هستن که باید جنگ هم ادامه بیافه و مذاکرات صلح هم باشه. حالا مواردی که طالبان مایلند که بیشتر در موردشون صحبت بشه چیه؟ در مورد دولت طبیعیه که در مرحله اول ختم جنگ یا حداقل آتش بسه، ولی در مورد طالبان چی میخوان شما؟ خب طالبان در قدم اول در سال اقلا در دوران مذاکرات یا امسال اگر ما ببینیم، طالبا بیشتر وقت کشی میکنن، طالبا بیشتر میخواین که زمان خروج امریکایی ها برسه و طالبان بیشتر تشدید بخشیدن عملات خود و فکر کردن که با ازدیاد عملات و دیگه آخر با ازدیاد عملات بالای ملکی ها و جامعه مدنی و جورنالست ها به این شکل اینا میتونن که فشار بیشتر وارد کنن تا در میز مذاکرات اهداف اونا که دارن که رهایی بیشتر بندی هایشان هست و همچنان مفکوره طالبانی در شیوه حکومت داری را بیشتر به شیوه خود بتانند دور بزنند. به او اساس اونا هنوز هم معلوم میشه که بیشتر به تمایل به جنگ دارند و فکر میکنند که از رای جنگ دستاوردهای بیشتری میداشته باشند که بازور هم این حیث یک ابزار در مذاکرات استفاده کنند. حالا جناب وزیر، در خود دولت بر سر مذاکره اتفاق نظر وجود داره؟ خب طبعا ما بیشتر گفتم که مردم افغانستان در یک جرگه مشورتی در کابل آمدن، تمام اقشار مختلف جامعه از ابعاد مختلفش با سیاسیون و تمام اقشار اشتراک کردن و اونا عملا دولت گفتن که باید در مذاکرات اشتراک کنیم. این خودش تمایل نه تنها دولت افغانستان بلکه مردم افغانستان برای ادامه مذاکرات صلح یا آغاز مذاکرات صلح نشان میده. همچنان انعطاف بسیار کلانه که دولت افغانستان در قبال رهایی 5000 زندانی نشان داد، با وجودی که خطرات از رهایی از وا متصور بود و عملا ما در چند ماه گذشته خطرات عملی از وا را دیدیم، اما باز هم به خاطر تمایل که دولت و حکومت افغانستان برای ختم جنگ و رای مصالحه داشت را به پیش برد. و در این حال اگر از بعد نظامی به این نگاه کنیم، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هم در حالات مختلف به وضعیت آتش بس احترام گذاشت، باز به کاهش خشونت ها در حالت تدافعی، سایر مواردی که بتونه تسهیل کنه زمینه مذاکرات دولت افغانستان و حکومت افغانستان به شمول نیروهای امنیتی و دفاعی در این راستا اقدامات بسیار زیادی را کردن. ولی بدبختانه این طالبا بود که از راه خشونت فکر کردن و این فرصت ها را ضایع کردن که هم الحمدلله با جواب بسیار دندان شکن امسال مواجه شدن در بعد جنگی. علتی که من این سوال رو کردم جناب وزیر این بود که ما از یک طرف شاهدیم کسانی که دولت رئیس جمهور رو متهم میکنن که به هر حال اغلب افرادشون طرفدار طالبانند، و از طرف دیگه ما افرادی مثل معاون اول رئیس جمهور آقای امرالله صالح داریم که دشمن دیرینه طالبانه و به هر حال بحثش اینه که اگر هم طالبان در قدرت سرین بشن ایشون با ایشون همکاری نخواهد کرد. اینو به هر حال در مصاحبه مختلف گفتن. اینو مثلا آقای صالح صریحا گفتن که محک آزمایش طالبان آتش بسه. اگه طالب، دارم نقل قول میکنم از ایشون، میگه اگر طالب آتش بس رو بپذیره ولی ما این طرف میز مذاکره باشیم و اون طرف اونها در مشرقی و قندهار و کابل ده ها هموطن ما رو به خاک و خون غلطیده باشند، مشروعیت مذاکره زیر سوال میره. و همین کار همین الان دارن طالبان میکنن. طبعا دوام مذاکرات و باز بودن دروازه مذاکرات یک حوصله و یک مدت داره. برای فعلا دولت افغانستان به شمول جلالت ماب رئیس جمهور، معاون صاحب اول، همه متعهد به ادامه مذاکرات هستند و به همون خاطر کمیسیون عالی صلح و به همون خاطر تیم مذاکره کننده که به کابل آمدن و رئیسشان ملاقات های مختلف با اقشار مختلف و شمول رهبری حکومت داشتند.
و فرصت هایی که ما بتانیم و ایر ادامه بتیم طبعا دوام داره، و در این حال باید ایره بگویم که طالب فعلا هم خشونت میکنه، هم دست به کشتار مردم میزنه و دشمنی نه تنها با معاون صیب اول ریاست جمهوری، بلکه دشمنی با تمام مردم افغانستان، با دموکراسی، با آزادی بیان، با جامعه مدنی، با زندگی که ما در افغانستان در 18 سال گذشته چتر یک قانون اساسی جدید انتخاب کردیم، دشمن هستن با اینا. و ای که اینا آمدن در میز مذاکرات نشستن و این فرصت مردم افغانستان بر از یاد داده و توافقاتی که با ایالات متحده امریکا داشتن، این یک فرصت است که طالب هم باید از این استفاده کنه. مشروعیت جنگی که اونا به زعم خودشان میگفتن از بعد دینی که ما با کفار جنگ میکنیم، این مشروعیت هم از دست دادن. فعلا به جز از عداوت و دشمنی با مردم افغانستان هیچ نوع توجیه دیگری ادامه خشونت ها، قتل ها و جنگ طالبان نداره، که من فکر کنم صدای هر افغانی که برای آرامش افغانستان فکر میکنه، رویه کنونی طالب و کشتار کنونی طالب نه تنهایی که تخبیه میکنه، بلکه یک دشمن برای افغانستان نوین میدانه. مدتیه که صحبت های زیادی در خصوص امکان یا حداقل لزوم تشکیل یک دولت موقت میشه یا دولت انتقالی میشه برای خروج، صحبت این هست که این دولت برای خروج از بنبست موجود در مذاکراته. چقدر این موضوع جدیه؟ ما فکر کنم که باید بسنجیم که طالب تا حال چی کرده که ما بحث کدام بدیل دیگه را صحبت کنیم. طالب آیا علاقه خود با القاعده و سایر گروپ های تروریستی قطع کرده، تقبیح کرده؟ آیا در گرفتاری شبکه های تروریستی بین المللی کدام اطلاعات و یا همکاری و یا تسهیلاتی که اینا بر از وا مهیا میکنن و یا شو باطی که بر از وا در فضای و یا در ساحات از وا مهیا است، آیا او را قطع کردن یا نکردن؟ یکی از شرط های کلان توافقنامه ایالات متحده امریکا و طالبا هم بود که بالقطع این کار را نکردن. در ضمنش طالبا کشتارها را ادامه دادن، طالبا هنوز هم در فکر رهایی افراد بیشترشان بدون هیچ نوع تعهدی به صلح و آرامش افغانستان به او افکار هستند. ما فکر کنم که طبعا این موضوع قابل بحث در این مرحله نیست، و در آخر هم وقتی که تیم مذاکرات افغانستان با طالبان مذاکره میکنن، موارد پیرامون نوعیت شرکتشان در جمهوریت افغانستان مطرح میشه، طبعا بحثا و تبادل نظر صورت میگیره و بین بعد میایه و ولی جناب وزیر، بحث اینه که به هر حال چون این مذاکرات به جایی نمیرسه و مدتی هم در جریانه، بعضی ها پیشنهاد میکنن که شاید تغییر دولت و تشکیل یک دولت موقت میتونه کمک به این پروسه بکنه. این بحث به هر حال، شما با این صحبت ها که الان کردید منظورتون اینه که دولت موافق این قضیه نیست، ولی اصل موضوع مطرحه و حتی صحبت از این میشه که علت این که آقای زلمه خلیلزاد در کابل بود و رئیس جمهور ایشون رو ندید اتفاقا همینه، به دلیل اینکه ایشون حامل همچین پیشنهادی بودند. خب ما مذاکرات جناب خلیلزاد صاحب که آمده بودند، ما امرای از وا ما شخصم صحبتهایی داشتیم و مواردی که اونا داشتن مطرح، هیچ نوع صحبتی از کدام حکومت موقت و هیچ نوع پیشنهادی از جانب ایالات متحده آمریکا برای یک حکومت موقت مطرح نیست. در مذاکراتی که ما با اونا داشتیم، با سفیر آمریکا، با جناب خلیلزاد صاحب و تیمشان که بود، چنین موضوعی را اصلا اونا یاد نکردن، و حتی در درخواستی که در مذاکرات با رئیس جمهور اونا داشتن، چنین اجندای در بحث نبود که ما بگویم حکومت در این مورد کدام موقف داشته. اما بحث تبصره ها هست، تابال به جانب ما اقلا در جلسه که ما داشتیم امرایشان دمی سفر اخیرشان، هیچ نوع صحبتی در مورد حکومت موقت مورد بحث نبود. و از بعد منطقی هم اگر ببینیم، با یک گروهی که عملا نمیاله به کشتار یکی از ارزش‌های کلان افغانستان که آزادی بیان است، عملاً او را هدف قرار داده و عملاً با
تروریسم بین‌المللی رابطه داره و عملا در تخریب جاده ها، پل ها و اماکن افغانستان اینا پیش میبرن. چطور ما چنین یک بحث را با یک گروهی که اصلا هیچ نوع تمایل برای آرامی افغانستان، هیچ نوع برنامه برای آینده افغانستان نداره، ما دستاورد کلان 18 ساله ما که او عبارت از جمهوریت و انتخابات است حتی سرش بحث کنیم؟ ولی جناب وزیر، این ظاهرا طرفداران با نفوذی هم داره این صحبت به اصطلاح دولت موقت. آقای عبدالحفیظ منصور که عضو هیئت مذاکره کننده افغانستان هست، قبل از سفر اخیرش به دوحه گفته بود که قصه شاید مستقیم به این برسد که در حکومت آینده چه جاهایی داده شود و یا گرفته شود، و او گفته بود که کسانی هستند که با شدت با آمدن حکومت موقت موافقت نشان نمیدهند، ولی اکثریت قاطع به گفته او طرفدار حفظ نظام جمهوری هستند و اگر شخصی برود و کسی دیگر بیاید صلح این ارزش را دارد. از طرف دیگه من یک دقیقه قول دیگه از آقای عطا محمد نور میکنم، والی سابق بلخ، که در یک سخنرانی گفته بود در مورد حکومت موقت و انتقالی فکر هم نکرده بودیم، حالا یکی از گزینه‌ها برای ما این خواهد بود که در این رابطه فکر کنیم و این طرح را پیشکش کنیم و اگر وجود دارد تقویت کنیم. این مسئله جدی‌تره به نظر میرسه از اون چیزی که شما میفرمایید. من فکر کنم که سیاسیون میتونن ابراز نظر پیرامون افکار و نظریات خود داشته باشند، اما ما اینجا به یک بحث آینده افغانستان، تداوم دموکراسی، حفظ ارزش‌ها و خطوط سرخ افغانستان صحبت می‌کنیم. حال امریکا با طالبان یک توافق کردند. در او توافق بارها مشروطیت از این توافق مطرح بود. چقدر طالبان متعهد ماندند به شرط‌هایی که در او توافق نامه بودند که به اساس از او ما بتانیم گام‌های بعدی را بتیم. چقدر طالبان در مذاکرات آمدن و بحث کردند، ارزشایی که ما هزارها و صدها شهید بر از او دادیم در 18 سال گذشته، بلخص در نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و تمام اقشار، چقدر به او ارزشها اینا پابند هستند، چقدر به افغانستان نو و افغانستان امروز و حقوق زنا و حقوق بشر در کل، آزادی بیان، اینا متعهد هستند. مواردی هست که ما باید به نتیجه برسیم، مواردی هست که طالبا باید مطلق تعهد خود به خط خشونت ها و جنگ، امروز یا دیروز در سر تا سر افغانستان جنگ است. این جنگ از طرف طالبا به پیش برده میشه، وقتی که یک گروهی که عملا در تروریست دست داره و جنگ داره و در مقابل ما جنگ میکنن، ما چطور بحث تغییر ساختار خود بدون هیچ نوع تعهد از جانب وزیر گروه مورد بحث قرار بگیریم؟ فکر کنم که در بعد تبصره های نظامی و تبصره های سیاسی و اظهار نظرها میتونه که اینا را به بحث بگیرن، اما در بعد واقعیت های مذاکرات دو جانبه و در بعد واقعیت های دموکراسی و جمهوریت و در بعد واقعیت های افغانستان امروز هیچ نوع جای نداره. بسیار خوب، شما بسیار تاکید کردید سر دستاوردهای افغانستان و به خصوص مسئله جمهوریت و آزادی بیان و مسئله زنان و غیره، اینا که اتفاقا سوال من هم همین بود، میخواستم از شما سوال بکنم سر این مسئله. تردیدی نیست که مردم افغانستان تشنه صلح هستند، برای اینکه به اندازه کافی سالهای طولانی جنگ رو تجربه کردن و دیگه نمیخوان، ولی سوال اینه که به چه قیمتی، تا چه اندازه دولت در مذاکراتش با طالبان سر مسئله دستاوردهایی که در 30 سال گذشته داشته افغانستان به خصوص مصره و حاضره که به هیچ عنوان، یعنی خط قرمزشه اونها؟ خب طبعا خطوط یعنی حدودی که ما در مذاکرات از خود تعادل جانب جمهوریت نشان میده و حدودی که ما باید گذشت داشته باشیم تا هم دیگر را قبول کنیم و در مذاکرات پیشرفت داشته باشیم، درست مسائلی است که تیم مذاکرات او را بین هم دیگر صحبت میکنن و بعدا میایه و به مردم افغانستان گذاشته میشه تا مردم افغانستان تا یک جرگه یا یک ساختار دیگه جرگه‌ای بتانن به این موضوع جواب بتن. خب حالا اگر در مذاکرات تمام این مسائلی که شما مطرح میکنید از نقطه نظر همین مسائل اصولی جمهوریت در جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان، اگه طالبان قبول نکنند
یعنی چی؟ یعنی جنگ ادامه خواهد داشت در افغانستان؟ ما خو فکر میکنم که طالبان فعلا نظر به تمام اطلاعاتی که ما داریم، ما آمادگی برای یک جنگ برای چند ماه آینده که فصل جنگی گفته میشه که از جانب طالبان همیشه آغاز میشه، آمادگی دارن. هنوز هم ظرفیت و فکر طالب برامو فکر طالبانیش است. اونا فکر میکنن که از راه جنگ میتونن دستاوردهای داشته باشن. عملا اونها جلساتی دارن در پاکستان در این مقطع زمانی رهبری از یا در قسمت تعینات جدید در بخشای نظامی بحث دارن، سر اکمالات و ججگیری دوباره اونا بحث دارن و اونا به یک جنگ آماده هستن و تمایلات خاصی که برای یک سال آرامتر نظر به مذاکراتی که روان است از جانب طالبان دیده نمیشه. به او خاطر جانب افغانی بلخص نیروهای دفاعی و امنیتی ما هم آمادگی خود داریم. ما فکر میکنیم که اگر طالبان رای جنگ ادامه بتن و انتخاب کنن، به طبع که در مقابل نیروهای امنیتی دفاع مشروع خود انجام میته و برازیا ایره واضح میسازه که مظل افغانستان راه جنگ نداره که طالب بتان از طریق جنگ پیروز شه. و به این ما مصمم هستیم و تمام ظرفیت و امکانات سکتور امنیتی که وزارت دفاع داخله و امنیت ملی هست دارن. الان که داریم ما با هم صحبت میکنیم، در واقع 2000 نفر از نیروهای دیگه ای آمریکایی دارن بر اساس توافقی که با طالبان کردن دارن از افغانستان خارج میشن و طبق توافق با طالبان تا آخر ماه می، یعنی حدود 2-3 ماه دیگه، قراره که همه نیروهای آمریکایی خارج بشن از افغانستان. شما انتظار دارید که در دولت آقای بایدن تغییر در سیاست آمریکا نسبت به افغانستان پیش بیاد که احیانا ممکنه نیروهای آمریکایی در افغانستان بمونن یا برگردن؟ خب توقع ما چند مورد، یکی خو عدد برای دولت افغانستان و بلخص در بعد نظامی امنیتی که ما مأمور هستیم و کار میکنیم، عدد مهم نیست، ظرفیت ها مهم است و تعهد به ادامه همکاری با سکتور امنیتی از جانب ایالات متحده آمریکا و ناتو هست که این تعهد وجود داره، هم در بعد مادی یا تمویل و هم در بعد تکنیکی و اکمالاتی. و فعلا هم با کاهش قوتایی که در می چقدر در یک سال گذشته صورت گرفته، در بعد حمایه تکنیکی و در بعد ظرفیت حمایه هوایی که ما نیاز داریم و یا بعد دیگه کدام تغییری که جبهه را و یا همکاری ما را خدشه‌دار بسازه دیده نشده. این موضوع مهم است. بعد دومی است که دولت جدید آمریکا مهم هی است که ارزیابی شود توافقی که طالب با جانب ایالات متحده آمریکا صورت گرفته و کرده هند. آیا طالب به شروطی که در این مذاکرات بود پابند ماندن؟ آیا طالب واقعا یک تهدید برای رشد تروریسم بین‌المللی و برای هماهنگی با تروریست‌های بین‌المللی برای سال‌های آینده نه تنها به ایالات متحده آمریکا بلکه به سایر دنیا هست یا نیست؟ این موارد است که فعلا در این توافقات تابال یک تصویر واضح را ندارد. دو ماه پیش یکی از رهبری القاعده در غزنی در ساحه طالبان تحت حمایه طالبان کشته میشد و امروز هم در نورستان، در هلمند، در کوهستانات سر پل در شمال افغانستان جاهایی را ما داریم که عملا تروریست‌های بین‌المللی به شمول القاعده تحت سلطه و حمایه طالب دست به فعالیت میزنند که میتواند در دراز مدت یک تهدید جدی برای جامعه بین‌المللی و آغاز نقطه‌ای که ما در 2001 باشه بودیم باشد. با او اساس من مطمئن هستم که ارزیابی ها را به شکل دقیق هم تیم افغانستان هم تیم ایالات متحده آمریکا در کابل که هستند، هم نماینده خاص این ارزیابی ها صورت میگیره تا بتانه یک زمینه مسئولانه از او خروجی که تعهد شده بود مهیا شود. ولی به هر حال بسیاری نگرانند که با پایان اون مهلتی که همه نیروهای آمریکا باید خارج بشن از افغانستان، به هر حال این مذاکرات قرار نیست به نتیجه برسه تا اون موقع و بعد از اون طالبان تلاششون این خواهد شد که به طور کلی بر تمام افغانستان مسلط بشن. این صحبتایی که بسیاری دارن میکنن و طالبان هم هیچ تعهدی
در توافقشون به امریکا ندادن که به نیروهای دولتی حمله نکنند. در نتیجه شما نگران نیستید که این در واقع تشدید بشه جنگ از طرف طالبان برای تسلط به افغانستان؟ تقریبا دو دور جنگی با طالبان گذشته، دو سال گذشته که بحث جنگ و مصالحه بوده. در وقتی که اینا مذاکرات داشتن با ایالات متحده آمریکا، طالبان سعی عظمی خود کرد به خاطر تسخیر اراضی بیشتر و نام ساختن و حتی سقوط ولایات که به شمول قندوز یک بار دیگر کوشش کردن که با تلفات بی سابقه اینا عقب زده شدن و هیچ نوع دستاوردی نداشتن، بلکه 11 ولسوالی از جانب نیروهای امنیتی از یا گرفته شد. سالی که گذشت، همین سالی که ما هستیم، دهی هم طالبا به این فکر بودن که ما بتانیم بالای نیروهای امنیتی در بالا بیاییم، جاهایی را به دست بیاریم تا در مذاکرات و یا ای که خط مذاکرات و گرفتن ساحات از طریق زور مواصلت ورزند، که امسال هم شما شاهد هستین در دو ماه گذشته آخری عملات خود بالای هلمند با قوت بسیار کلان، بالای قندهار با قوت بسیار کلان که تقریبا از تمام جنوب اینا افراد جمع کرده بودند، با متقبل شدن 1000 کشته از جانب طالب اینا عقب زده شدند و در هیچ جای اینا دستاوردی نداشتن که اینا بتانن قوت خود به این فکر باشن که از رای جنگی بگیرن. من مطمئن هستم که اینا در سال آینده با آمادگی هایی که ما داریم در سکتور امنیتی اینا هیچ نوع پیشرفتی از بعد جنگی نمی داشته باشن و یک بار دیگه مثل که در دو سال گذشته و از یا ثابت شد از جانب سکتور امنیتی که راه صلح هست که مردم افغانستان به اینا داده و هیچ راه جنگی وجود نداره و در صورتی که به او سعی تلاش هم کنن با جواب قاطع ظرفیت های نیروهای امنیتی که قابل مقایسه با 10 سال پیش 5 سال پیش اصلا نیست مواجه خواهد شدن. جناب وزیر، شما چند بار اشاره کردید به مسئله که مدتیه که قطعهای زنجیری و هدفمند فعالان مدنی و ژورنالیست ها در کابل و شهرهای دیگه به راه افتاده. تقریبا هم دولت، هم امریکایی ها و هم بسیاری از اشخاص متنفذ طالبان رو مسئول این قضیه میدونن، گویی که در موارد طالبان به هر حال ادعا نکردن که کار اونها بوده، مواردی هم که البته کردند. شما برای حفظ جان و امنیت ژورنالیست‌ها و به خصوص فعالان مدنی غیره در وزارت داخله چه کار می‌کنید؟ چه کار کردید تا حالا؟ چون بسیاری گلایه‌مندند که کار درستی صورت نمی‌گیره. جای تأسف است و مایت طالبمی است. وقتی که در جنگ‌ها اینا به شکست مواجه شدن، اینا پشت اهداف نرم رفتن و در اونجا هم جایی را انتخاب کردم که یکی از ارزش های که ما داریم و میتونه برای تقویت جمهوریت، میتونه در بحث مذاکرات و حفظ آزادی هایی که مردم افغانستان در 18 سال گذشته به اون برآورده برشان شده، او را تحت سوال قرار بده. طالب هایی را من حیث یک استراتیجی هدف استفاده کردن، هیچ نوع شک و شبهه در دخالتشان با گرفتاری‌هایی که ما کردیم و اسنادی که به دست داریم وجود نداره. ما اول به کمیته‌های خاص رسیدگی به این قضایا در وزارت امور داخله که بود اینا را از ساختارهایش بیشتر تقویه بخشیدیم. یک بخش خاص را جهت هماهنگی تعدیدات خبرنگارا در بخش ریاست روابط استراتژیک و ریاست عمومی جرایم ما ایجاد کردیم. جلسات متعدد با مسئولین تلویزیون ها، با مسئولین انجمن خبرنگارا، جامعه مدنی اضافه کردیم. در بعد پالیسی سازی امنیتی به سطح تلویزیون هایشان آمادگی حمایه و کمک کردیم و همچنان در بعد اپراتیفی و امنیتی کارهای تشدیدی صورت گرفت. به همون خاطر تقریبا تمامی قتلایی که در ای اواخر صورت گرفت و تو رایک صورت گرفت، عاملین از وا و یا تحصیل کننده از وا امروز عملا گرفتار شدن و امیدوار هستیم که با این تشدید کارهای امنیتی و اپراتیفی و این چینل‌های هماهنگی نزدیکتر و بهتره که ما با جامعه خبرنگارا و جامعه مدنی ایجاد کردیم، تا حد رسیدگی شود به تهدیداتی که اونا مواجه میشن و همچنان جلوگیری شود
از این هدفهایی که طالبان قرار میتن. یعنی شما به هر حال به گلایه و شکایت ژورنالیست ها و فعالان مدنی قبول دارید که اونها بحثشون این بود که به هر حال دولت در خصوص شناسایی و مجازات این عاملان این ترورها اهمال میکنه، اصولا تلاش زیادی نمیکنه، وقتی در مواردی حتی گفته شد که شاید دولت زیاد هم براش اهمیتی نداره که چه اتفاقاتی به میفته داره سر این مسئله. شما قبول دارید که اینها رو شما تصحیح کردید، الان تلاش بیشتری دارید میکنید؟ طبعا تمام خبرنگارا و جامعه مدنی با چند قتلی که پیاپی صورت گرفت در یک حالت دشوار قرار داشتن، درک میکنم حالت از وارا و تشویش های از وارا. ما هم دست به کار شدیم، مثلا کمیسیون مسئولیت خبرنگارا و هماهنگی بخش جامعه مدنی و خبرنگارا و ریاست معاون دوم ریاست جمهوری از چندین جلسه تدبیر کردن. ما در وزارت امور داخله جلسات زیاده را با خبرنگارا گرفتیم، بعضی تشویش هایی که داشتن، متخصصین که بتارن توصیه های فردی و یا توصیه های به شکل یک سازمان بر از وای را کنه صورت گرفته و من مطمئن هستم که با این اقدامات هم تشویش هایی که وجود داره ما او را میتونیم پایان بیاریم و هم جلوگیری کنیم. ما در قسمتی که جلوگیری حوادث صورت گرفته، اما در قسمتی که حوادث تعقیب حوادث در یکی دو مورد تشویش های وجود داشت برای شیوه رسیدگی به او قضایا و یا ابهاماتی که در شبکه های اجتماعی و از ابعاد مختلف صحبت میشد، اما با گرفتاری های مستدل و اعترافاتی که افراد کردن تا حد زیاد ما او فضارم که مقدور شده بود رفع کردیم. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای محمد مسعود اندرابی، وزیر داخله افغانستان. سپاسگزارم از وقتی که به ما دادی و مهمان برنامه بیبارد دیگر بودی.